دوست عزیز، توی کلیپ قبلی در رابطه با انواع روش‌های تولید پوسته تخم مرغ نازک یک سری نکات رو بهت گفتم. توی این کلیپ می‌خوام در رابطه با انواع قفس‌ها یک سری نکات رو بهت توضیح بدم. با من همراه باش. قفس مرغ تخم‌گذار. این نوع قفس میتونه از یک یا دو یا سه و چهار طبقه تشکیل بشه. در این نوع یک طبقه قفس ها میتونه کاملا روی زمین یا درون کانال مخصوص قرار داده بشه. در نوع چند طبقه قفس ها میتونن کاملا روی یکدیگه قرار بگیرن یا به شکل پلکان یک طرفه یا دو طرفه مستقر بشن. اندازه هر واحد قفس متفاوت بوده و میتونه 2 تا 5 مرغ تخم گذار رو درون خودش نگهداری کنه. در سیستم قفس دانخوری در خارج قفس هست و میتونه در طول قفس ها گسترش پیدا کنه. پخش دان به صورت دستی یا مکانیکی. آبخوری میتونه نوع ناودانی و یا قطره‌ای باشه. در هر صورت معمولا در بالای دانخوری نصب میشه. در سیستم پرورشی قفسی در نوع کلاسیک پرورش، طبقات مختلف قفس‌ها بر روی یکدیگه واقع شدن و در زیر هر یکی از اونا سینی‌ها یا نوار پهن پلاستیکی مخصوص جمع‌آوری مدفوع قرار داده شده. نوارها بر روی استوانه مخصوصی که ارتفاع آن برابر با عرض نوار می‌باشد تکیه دارند. این استوانه ها توسط یک موتور الکتریکی به فواصل زمانی مشخص حول محور طولی میچرخند، حرکت کرده و تیغه مخصوصی کود مرغی رو از روی نوارها پاک کرده و داخل شکاف مخصوص جمع‌آوری کود می‌ریزند. در قفس‌های نوع کالیفرنیایی مدفوع مرغ مستقیماً بر روی زمین می‌ریزد. مرغدار پس از چند ماه یا در آخر سیکل پرورش اونا رو جمع‌آوری کرده و بعضاً ترجیح داده میشه که کانال کم عمق در زیر قفس‌ها ایجاد بشه تا بتونه همه روزه به کمک تیغه مخصوص فضولات رو جمع‌آوری کنه. وقتی مرغ‌های تخم‌گذار وارد سالن پرورش میشن، الزاماً می‌بایستی دقت زیادی در رعایت بعضی دستورات جهت جلوگیری از نفوذ بیماری‌ها و عفونت‌ها اعمال کرد. در تخم پروری مخصوصاً در پرورش طیور، اولین دستور اجرایی با عنوان تخلیه بهداشتی یا همه چیز داخل همه چیز خارج است. این عمل ضرورتاً برای قطع سیکل عفونت ها، باکتری ها، ویروس ها یا میزبانی عوامل بیماریزا مثل انگل های داخلی مانند کرم های خارجی مانند کنه ها و شپشک ها می باشد. در تخلیه بهداشتی تمامی مرغ ها دارای سن یکسان همه با هم وارد سالن شده و همگی با هم از سالن خارج می شود. مرسی از اینکه تا انتهای ویدیو همراه من بودی. من میخوام توی پست بعدی در رابطه با افزایش زمان نگهداری تخم مرغ یک سری نکات رو باهات به اشتراک بذارم. لطفاً نظراتت رو برای من کامنت بذار، پست های ما رو لایک کن و هر کسی که میدونی در این زمینه فعالیت داره پست های ما رو براش شیر کن.